گفتیم ثمره اشتیاق شدید به خدا، یک، اشتیاق شدید به خدا ایمانداران را به عیسی، ایمانداران به عیسی مسیح را به دعا تشویق می‌کند و در توبه از هر گناه تقدیس می‌نماید که ثمره اون آرامش می‌باشد. پس این گونه نیست که من بگم عاشق خداوند هستم و در این مسیر نیز آنچه را که می‌پردازم بهای فیض و رحمتش حاصلم نشه. ما ایمان داریم که از خدا اون آرامش رو می‌گیریم، آرامش که نیاز زندگی ما هست. دوم، اشتیاق شدید به خدا ایمانداران به عیسی مسیح را به کتاب مقدس تشویق می‌کند و در عمل به آن ترغیب می‌نماید که ثمره آن حکمت می‌باشد. و گفتیم حکمتی که در خداوند حاصل ما میشه درش قدرت هست، درش توانایی نیست، یک نظریه فقط نیست، یک فلسفه نیستش، بلکه حقیقتاً قوت و توانایی رو ما در اون میتونیم داشته باشیم. اما همیشه موانعی توی زندگی ما هستش که به نوعی دلیلی میشه که من با اون اشتیاق شدید به حضور خدا نرم. با اشتیاق میرم به حضور خدا، اما گویا اون اشتیاق شدیدی که کلام خداوند داره میگه نیست. یا اون اوایل ایمان، عزیزانی هستن که میگن اون اوایل ایمان چقدر خوب بود، هرچی ما از خدا میخواستیم خدا به ما میداد، خدا رو ملاقات میکردیم، شب خوابش رو میدیدیم و همه ما یه چنین تجربیاتیم. آیا خدای ما عوض میشه؟ هرگز، هرگز خدای ما عوض نمیشه. اما خداوند مطابق فیضش هستش که نسبت به آنچه که ما انجام میدیم او ما را برکت خواهد داد. حالا میپردازیم به این که عمل ما نیز بعد از ایمان چقدر مهم هست. اما خب میتونه خستگی هایی که در طول ایام زندگی با ما هستش و یا شکست هایی که توی زندگیمون پیش اومده و یا مصیبت ها و یا صداهای منفی، چه درون و چه از بیرون، نسبت به خودم، نسبت به ایمانم، نسبت به شرایط زندگیم، نسبت به کلیسام، نسبت به حتی انجیل مسیح، نسبت به خدمتی که دارم میکنم، من رو سرد و ناامید کنه و اون اشتیاق شدید رو از من نیز بگیره. و یا اینکه اون ضعف جسمانی من گاهی دلیلی میشه بر این، یا اینکه ضعف موقعیت مالی من، قسمت فاینانشیالیت من که یه مقداری به هم میریزه، من رو انقدر مشغول میکنه که اون احساس و اون شرایط ایجاد اشتیاق شدید رو به من نخواهد داد. و یا احساس تنهایی، حتی میتونه اشتباه باشه، اما احساس میکنم من چقدر تنهام، حس میکنم من طرد شدم، من انگار اون ارزش گذشته رو بین خانوادم، دوستام، فامیلام، موقعیت بیزینس خودم، حتی من اون شرایط رو ندارم. و یا عدم تازه شدن در حضور خدا، در کلام، در دعا، در مشارکت و حتی خدمت. خدمت به ما فضایی رو میده که ما عاشقانه زندگی کنیم، ما با عشق زندگی کنیم و در مسیر رشد ایمانمون نیز ما عاشقانه به حضور خدا میریم وقتی در خدمت هستیم. چون توی خدمت ما تجربه میکنیم، توی خدمت ما میچشیم، میبینیم مردم دارن عوض میشن، عوض شدن مردم به سمت نیکویی و اول تغییر اونها به ما یک قوت قلب میده، شاد شدن اونها ما رو شاد میکنه. یه سری محققین که داشتن تحقیق میکردن در رابطه با افراد سالمند که در مکانهایی از اونها مواظبت میکردن، متوجه شدن که اینها بعد از اینکه در کنار سرگرمی ها و در کنار تمام موقعیت هایی که برای اینها ایجاد میکنن، باز از درون بعضیاشون خسته هستن، باز از درون نگران هستن، ناامید هستن. اومدن با یه طرحی که شخصی داده بود اینها رو میبرن توی مجموعه شلوغی مانند پارک ها، مانند فضاهای تفریحی، و به هر کدوم اینا حالا یه گلی داده بودن، کادویی و هدیه‌ای داده بودن که به مخاطبین خودشون بدن. و در مقابل آنچه را که انجام میدادن به عنوان هدیه، به عنوان یک شاخه گل، بعد از مدتی دیدن اینها چه شادن، چقدر آرامش دادن. حتی اونهایی که مدام شکایت میکردن و غر میزدن نسبت به ضعف جسمانی خودشون، نسبت به اینکه فرزندانشون اونها رو رها کردن، ترک کردن، دیدن بعد از اینکه اینها توی مجموعه دیگران رو محبت کردن، اینها روحیه‌شون عوض شده. حقیقتاً خدمت به ما چنین کاری رو میکنه. از این رو بود که مسیح ما رو به خدمت خوند. و گاهی هستش که همون گونه که قبلا گفتم اون هله هولایی که توی دنیا هست، یعنی بیش از اندازه
از اون اعتدال وقتی که میگذره، حالا تفریحاتمون هست، کارمون هست، حتی خدمت، دیدید من بارها خدمت هم میگم، هوشیار باشیم، خدمت هم جایگاه خودشو داره. توی خدمت کردن من عزیزانی که تشویقشون میکنم توی کلیسا خداوند رو خدمت کنن، اول میگم چیکار کنید؟ دعا کنید. و بعد میبینیم برفرض این افراد چقدر مشتاق هستن. من یه دفعه میبینم، خب من بهشون گفتم این کار کن، یه برادرم به دیده دل خوب ده، اونم میگه اون کار کن، اونم میگه اون کار، بعد ما میگیم یه کلیسا نمیاد، چی شد؟ خسته شد. پس هوشیار باشیم، هر چیزی اون بالانس خودش رو مطابق اون اعتدالی که کلام خدا میگه باید برای ما داشته باشه تا به اون جایگاه خوب نیز برسیم. اما درمان این نوع ویروس های ضد اشتیاق شدید چگونه میتونه باشه؟ به چند نکته میپردازم که قبلا پرداختیم، فقط یه دوره ای باشه. یک، میل به حقیقت و شناخت حقیقت. میل به حقیقت و شناخت حقیقت این نیستش که قبل از ایمان من باید داشته باشم، پیوسته باید داشته باشم. یعنی من نمیتونم بگم مطابق انجیل یوحنا 8:32 خب من مشتاق حقیقت بودم، یه روز من گفتم خداوند من حقیقت تو رو میخوام و تو حقیقت رو بر من آشکار کن. من مدام باید مشتاق حقیقت باشم، من باید مدام حقیقت رو نیز پیگیری کنم که حقیقت خود خداوند هست. نکته دوم، آگاهی از هدف خلقت. میدونیم که مطابق پیدایش 1:26-28 و متی 5:48 کلام خداوند ما رو تشویق میکنه که اینکه کامل شیم به شباهت خدا، اما در طول زندگیم این کامل استوب نمیخوره، تموم نمیشه، مدام باید باشه. تو سختی ها، تو مشکلات، تو امتحانات، تو تمام مواردی و مسائلی که تو زندگیمون هست، این دلیلی میشه که من بتونم در این موقعیت برای یک هدف درست نیز قدم بردارم. آلبرت انیشتین میگه اگر میخواهید خوشبخت باشید، زندگی رو به یک هدف گره بزنید و نه به آدم ها، نه به نیازهای زمینیتون که تاریخ انقضا داره، بلکه به آنچه را که میتونه توی زندگی شما رو برکتی بده که جاودانه باشه. نکته سوم، دریافت فیض نجات بخش مسیح را. ما ایمان داریم مطابق انجیل یوحنا 3:15-3:16 ما با فیض خدا، با بخشش خدا نجات پیدا کردیم، آمین. اما این رو نباید محدودش کنیم، تمام این رو فقط محدود کنیم به این که من نجات پیدا کردم پس تموم شد دیگه، من تو یک موقعیت دیگه نمیخوام باشم، من نجاتم رو پیدا کردم، نجاتم رو دارم، پس زندگی عادی خودم رو کنم، بلکه باید پیوسته در مسیر نجات نیز قدم بردارم برای خودم و بعد برای اطرافیان و نیز دیگران و همچنین زندگیمون. حالا سوال دیگه که پیش میاد اینه، پس اگر من در اشتیاق شدید نسبت به خدا هستم اما باز نیز متوجه به این میشم که توی زندگی پستی و بلندی هایی دارم که این مسیر رو برای من سخت میکنه و مثل گذشته و یا اون گونه که کلام خدا میخواد من نمیتونم در حضور خدا برم، اون موقع چی میشه؟ چون ما خیلی موقع هست که سوالی که میکنم با سوال میخوام دوباره یه سوال دیگه مطرح کنیم، اما این سوالم خوش باید سه تا سوال ما جواب بدیم. هر کسی میتونه از خودش بپرسه کجا ایستادم. یک، آیا میل، دوباره برمیگردیم به همون سه نکته، حالا از خودمون سوال کنیم، آیا میل به حقیقت و شناخت حقیقت خدا هنوز در من هست یا نه؟ یا تصور میکنید که خدا رو شناخته دیگه تمام شد، کاملا میدونید خدا کجا ایستاده، محبتش چگونه است، درکش چگونه هستش، هدفش چیست، شما میگید من اینو دیگه شناختم تموم شد، آیا میل به حقیقت و شناخت حقیقت خدا هنوز در من هست؟ یعنی هنوز مشتاق شناخت بیشتر خدا هستم؟ یعنی نکته اول در جواب این سوال اینه، اگر چنین هست من هنوز در کلام خدا باید باشم. آیا هر روز شما کلام خدا رو مطالعه میکنید یا نه؟ اگر هر روز ما کلام خدا رو مطالعه میکنیم، اگر ما به دنبال ادبیات مسیح هستیم، اگر کلیسایی که درش هستم سمینار میذاره، کنفرانس میذاره، جلسات میان هفتگی داره، من این اشتیاق رو دارم که در اون شرکت کنم، مطمئن باشم من با خدا هم فکر هستم. یوشع 1:8 که اعلام میکنه مرا بخوان و به آنچه که میخونی تفکر داشته باش و مطمئن باش که در جایگاهی خواهی بود که تو پیروز و کامیاب خواهی شد.
نکته سوال دوم، هر کسی از خودش بپرسه آیا هر روزه پیگیر دانش بیشتر، حالا دیگه دانش بیشتر شد، اکتفا نکنم فقط به اون چیزی که یاد گرفتم. مسیحیت همین هست، از این رو هستش که شما یک دفعه میبینید بعد از یک دوره‌ای کلیساهایی که خیلی بیدار بودن، کلیساهایی که خیلی آگاه بودن، کلیساهایی که با تمام قدرت و قوت سعی کردن بیداری بیارن، بعد از یه مدتی خوابن، هیچ اتفاقی نمیفته. اعضا باید از خودشون بپرسن آیا هر روزه پیگیر دانش بیشتر نسبت به هدف خلقت در خود، خانواده، خلق و رابطه عاشقانه خود میشوم یا نه؟ آیا حقیقتا برای من مهم هستش؟ امروز من یک شخص مسیحی هستم، برنامه گذاشتم توی زندگیم، نمیخوام افراطگر بشیم هرگز، یه برنامه گذاشتم توی زندگیم و بعد از مدتی احساس میکنم اون موقعیت خیلی دوباره معمولی شده، سرد شده. حتی کلیسایی که میاد، مثلا شما میاد هر دفعه اینجا میبینید که بر فرض مثال برادر روبن عزیز 10 تا سرود پرستشی میذاره، همیشه یه مدل هست. چه اشکال داره؟ تحقیق کنید، از این ور از اون ور بپرسید و این آگاهی رو به برادر روبن بدید. برادر روبن تو قسمت خودش، من تو قسمت خودم برای موعظه، برادر اکبر تو قسمت خودش برای معلمیش، و همه در این موقعیت هست. اگر آپدیت کنیم خودمون رو، تازه بشیم، اونجا هستش که اشتیاق شدید در من هنوز عمل میکنه. چرا که من یک نواخت نیز نبودم که در یک نواختی جلو برم. پس من این شناخت رو پیدا میکنم نسبت به اتفاقی که توی جهان هست، اتفاقی که توی جهان داره میفته. اگر من هر روزه پیگیره این دانش کلام خدا باشم، ادبیات مسیحی باشم، این گونه نیستش که با اتفاقی که میفته من سرد و ناامید بشم، من بترسم، حتی کینه به دلم بگیرم. وقتی میفهم برفرض داعشی‌ها دارن مسیحی‌ها رو میکشن، وقتی میفهم جمهوری اسلامی داره مسیحی‌ها رو توی زندان میکنه، خب ما میدونیم روزها روزهای آخر هست. اگر من دانشم نسبت به کتاب دانیال باشه، نسبت به کتاب مکاشفه باشه، نسبت به کلام مسیح باشه که روزهای آخر چه اتفاقی میفته، من یه دفعه به داعشی‌ها فوش نمیدم. کلام خدا میگه دشمنان خود را دعا کن، دعا میکنیم اونها هم نجات پیدا کنن. اگر توی زندگی من مصیبتی میاد، من میدونم این مصیبت یک علتی داره و میدونم هر چیزی یه زمانی داره و در یک موقعیت هستش که نیز انجام خواهد شد. پس به جای اینکه من ناامید و خسته باشم، توی جایگاه درست قرار میگیرم و چون دانش من زیاد هست، از این به بعد من اراده خدا رو میخوام توی زندگیم. یعنی برای هر اتفاقی که میفته من در حضور خدا زانو میزنم، با اون اشتیاق شدید میگم خداوند من اراده تو رو میخوام. اراده خدا یعنی چی؟ یعنی عدالت خدا. عدالت خدا یعنی چی؟ یعنی دقیقاً همان گونه که خدا میخواد انجام بشه تو زندگی من، همان گونه. اگر من ایمان دارم به خدا، میبایست در همون زمینه مطابق فکر خدا، گفتیم هم فکر خدا میشیم دیگه، آمین، مطابق فکری که خدا داره ما باید با اون عمل کنیم. و مطابق اعمال رسولان 1:8 وقتی از روح او پر میشیم با خدا میشیم همراه. پس اگر من با خدا هم فکر هستم و با خدا همراه هستم، من باید شکل خدا بشم، شکل مسیح بشم. من باید بدونم صفات او چی هستش و در اون مسیر نسبت مشکلات و سختی هایی که هست نیز بتونم عمل کنم. متی 7:21 نیز اعلام میکنه نه هر که مرا خداوند خداوند گوید داخل ملکوت آسمان گردد، بلکه آن که اراده پدر مرا که در آسمان هست به جا بیاورد. امروز ما نمیتونیم فقط بگیم ما به مسیح ایمان آوردیم، ما تعمید گرفتیم، ما هفته یه بار داریم میریم کلیسا، خدا رو شکر. آیا اراده خدا رو توی زندگی در انجام، اراده خدا برای شما چیه؟ اراده خدا رو من به شما نمیتونم بگم. از این رو هست وقتی به یک شخصی میگم شما خادم خدا هستی، خدا تو رو انتخاب کرده، برو دعا کن خدا به تو بگه. دیگه گذشت اون زمانی که یک نفر دیگه به شما بگه چه کار کنید. خود خدا میخواد به من و به شما بگه ما در امور زندگیمون چه کار کنیم و چگونه عمل کنیم، و اون نیز برای ما یک مسئولیت میاره. شاعری نیز اعلام میکنه یک نصیحت میکنم از باب بد، راه خود را کج مکن ای باخرد. زندگی را با هدفها پیشه کن، زندگی را با هدفها پیشه کن، عشق پاکت را مد حبس ابد. مسیح با فیضش ما را نجات داده، آمین. تصور بکنید شخصی که
در زمان رانندگی اونقدر خلاف کرده، چراغ قرمزها رو رد کرده، گردش به چپ ممنوع، گردش به چپ، گردش به راست ممنوع رفته و طوری شده که دیگه لایسنس و گواهینامه اونو گرفتن. بعد از یه مدتی اونو میبخشن و بهش میگن بیا این لایسنس تو، این گواهینامه، برو رانندگی بکن. آیا این بر این هستش که اون دوباره باید چراغ قرمز رد کنه؟ اون باید دوباره خلاف کنه؟ امروز ما که به مسیح ایمان آوردیم با تولد تازه، در اصل تعریف این یکی است که من دیگه گناهان گذشته و رفتار گذشته خودم رو نیز انجام ندم. پس لازم هستش که من پیگیر دانش هر روزه در کلام خدا باشم. لازم هست عزیزان ما عضو یک کلیسای زنده باشیم. لازم هست که هر روزه بیاموزیم عزیزان. لازم هستش حتی ما هر روزه خدمت کنیم. نکته سوم، آیا این سوالی که باز از خودتون بکنید، آیا به عمق فیض مسیح هر روزه برای نجات اطرافیانمون اندیشه میکنیم و در مسیر خدمت بشارت اکتیو و فعال هستیم یا نه؟ اینا مواردیه که تست ماست. اگه این تست رو دادی میبینی نه، خب باید اونجا رو درست کنی، اونجا رو قوی کنی، اطلاعات رو بیشتر کن، در حضور خدا برو، از خدا بخوا. چرا این حس رو نداری که دیگران رو بشارت بدی؟ چرا همکارت رو داری میبینی داره هلاک میشه، زندگیش گناه‌آلوده، اما نمیتونی بشارتش بدی؟ فامیلت همینطور، دوستانت همینطور. بشارت مطابق آنچه که پولس رسول میگه ضرورت یک ایماندار هست، که الان براتون میخونم در نامه اول قرنتیان 9:16 پولس رسول میگه زیرا هرگاه بشارت دهم مرا فخر نیست، چون که مرا ضرورت افتاده است، بلکه وای بر من اگر بشارت ندهم، وای بر من اگر بشارت ندهم. این یکی از نقاط ضعف یک ایماندار هستش که هنوز میترسه. اگر ترس در شما هست، نگرانی در شما هست، قرار نیست، حالا میرسیم بهش، قرار نیستش که ما کاری کنیم. ما قرار هست خبر خوش نجاتو به عنوان آن اتفاق زیبایی که شهادت هستش در از برای زندگی من پیش آمده، گواهی زندگی من هست، این رو به دیگران بگیم. و این خودش نیز دلیلی خواهد شد که قلب افراد نیز لمس بشه. و این سه اصل در اندیشه و در اعمال و نماد ایمان حقیقی ما باعث خواهد شد که ما اکتیو بشیم، ما فعال بشیم، و این فعالیت ما را به جایی میرسونه که عدالت خدا رو نشون میده، عدالت خدا رو در ما نشون میده، یعنی توانایی خدا رو در ما نشون میده، نشون میده خدا با ماست. مطابق اول قرنتیان 3:6 و 6:19 خدا در ماست. آمین. پس این خدا هستش که عمل میکنه. از این رو هستش که این اشتیاق شدید میتونه جای پای خوبی باشه برای دیگران، تا دیگران نیز ما رو ببینن و مسیح رو پیروی کنن. در پیدایش 15:6 میخونیم که اعلام میکنه و ابراهیم به خدا ایمان آورد. مثل خیلی ها؟ نه نه، ابراهیم ایمانش چه ایمانی هست؟ میگه و ابراهیم به خدا ایمان آورد و او این را برای وی عدالت محسوب کرد. چرا؟ چون که ابراهیم، درست اعمال و رفتار ما دلیلی بر نجات ما نمیشه و ما احتیاج به فیض داریم، اما خداوند، یعنی ابراهیم، اجازه داد اونقدر خدا به اون نزدیک بشه که دل اونو ببینه که چه دل زیبایی داره، که در اون دل رغبت هست، میل هست، اشتیاق شدید به خدا هست، و این رابطه عاشقانه ایجاد بشه که بهش بگه عدالت، که خود خداوند نیز اون رو به عنوان عدالت محسوب کنه، که او شخصی است که به من نزدیک شده و میتونه در من باشه و در من عمل کنه. برای همین هستش که ما میبینیم به راحتی ابراهیم اسحاق رو که پسر وعده هست رو میبره برای قربانی، و خدا قبلا اینو تو دل ابراهیم دیده بود و این رو به عنوان یک عدالت نیز اعلام میکنه. بنابراین در عمل به عدالت در زندگی من خدا آشکار خواهد شد. آمین. و چون خدا آشکار میشه به زبان ساده، توانایی خدا در من خواهد بود، محبت خدا در من خواهد بود.
اراده خدا در من خواهد بود. حالا برای هر موضوعی شما میگید موضوع بشارته، بله موضوع بشارت هست. میگی میترسم بشارت بدم؟ اگر اجازه بدی با اشتیاق شدید در حضور خدا بریم و خدا نگاهی به این دل تو بکنه و دل تو رو از تمام آنچه را که موانعی شده برای بشارت دادن، موانعی شده برای محبت کردن، موانعی شده برای ده یک دادن، موانعی شده که دیگران رو درک کنی، دیگران رو دوست داشتی، موانعی شده که بتونی حتی ببخشی، خدا توانایی ما خواهد شد که بتونیم در این مسیر عمل کنیم. در رومیان 1:16-17 میخونیم، اعلام میکنه زیرا که از انجیل مسیح آر ندارم. پس میگه من ایمان دارم به این، هیچیش هم توجیه نمی کنم. آقا هرچی تو این کلام گفته من قبولم. ایمان یعنی همین دیگه، درسته؟ ایمان یعنی همین دیگه. اینجوری من بهانه نمیگیرم آخه بعد رسول اینجوری موعظه کرد. آقا بعد رسول رو رهاش کن، برو کلام خدا رو بخون. تو چرا ایراد بعد رسول میگیری؟ کلام خدا در مقابل توه، کلام خدا میگه ببخشید. چه کار داری بعد رسول میگه ببخشید یا نبخشید؟ پس میگه زیرا که به انجیل مسیح آر ندارم، چون که قوت خداست، چون قوت بخشش رو به من میده، چون قوت محبت رو به من میده، چون قوت این رو به من میده که من بپذیرم. هرچند پزشکان منو رد کردن، اما مسیح منو شفا خواهد داد. چون قوت این رو به من میده که هرچند وکیل میگه موفق نمیشی، ولی مسیح منو موفق خواهد کرد. این قوتش رو به ما خواهد داد. زیرا که از انجیل مسیح آر ندارم، چون که قوت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد، اول یهود پس یونانی، که در آن عدالت خدا مکشوف میشه. باز میگه عدالت خدا، یعنی آنجایی که من و شما تمام موانع رو میذاریم کنار، ترسا رو میذاریم کنار، نگرانی ها رو میذاریم کنار، توجیهات رو میذاریم کنار، تمام اون بدی هایی که امروز به نوعی وسیله پیروزی هامون میدونیم، من خودم میگم میدونیم، ما اینها رو قربانی میکنیم، قوت و توانایی خدا در اون کار میکنه و اونجا هستش که ما میبینیم عدالت خدا نیز مکشوف میشه. و بعد اعلام میکنه از ایمان تا ایمان زیست خواهیم کرد، از پیروزی تا پیروزی، از بخشش تا بخشیدن، از ده یک دادن تا هدیه دادن، از خدمت کردن تا حتی جانمون رو بدیم برای مسیح. دیگه ما محدود نیستیم، ایمان داریم، پس دیگه دلایل نخواهد شد. ما الان داریم میشنویم در کشورهایی که تحت جفا هستن چگونه مسیحی ها رو دارن اذیت میکنن. ما اینجا تحت جفا هستیم، مثلا یه نفر به ما میگه میره کلیسا، آقا 10 روز تو فکرمون به خاطر این حرف این میجنگیم. من تو جفام دیدی مسخرم کردن سر کار، دیدی تو خونه نمیذارن من برنامه تلویزیون محبت رو ببینم، وای نمیذارن من کلیسا ببینم. این جفای ماست دیگه. تا زمانی که فضای اشتیاق شدید رو در خودمون به توسط کلام خدا و به توسط پوری روح القدس ایجاد نکنیم، بهانه ها بر ما حاکم خواهد شد، بر ما تسلط خواهد داشت. اما زمانی که این اشتیاق شدید رو اجازه میدیم در ما شعله ور بشه، ما پا بر تمام این بهانه ها خواهیم گذاشت و ایمان داریم که خداوند قوت ما خواهد شد. چرا؟ چون که در اون زمان در من غیرتی بیدار میشه، در من نشاطی هست، در من تحرکی هست نسبت به اون هدف که به این امید میگم، و این امید زندگی من میشه، امید من خواهد شد تا بتونه من رو از تمام مشکلات و سختی‌ها رها کنه. از این رو هستش که آنانی که بی ایمان هستن افرادی هستن که با امید واهی زندگی میکنن، نه امید حقیقی. امید حقیقی برای کسانی هستش که به مسیح ایمان آوردن، که مسیح مرد و پس از 3 روز قیام کرد و ایمان داره حتی در مشکلات و سختی هاش به جایی برسه که آنچرا که آرزو داشته بمیره، به فیض خدا قیام خواهد کرد و هیچ محدودیتی نخواهد داشت. به این میگن ایمان زنده. اما آنانی که این ایمان را ندارن، متاسفانه یا میترسن و یا در شک هستن، یک روز شادن، یک روز غمگینن، یه روز میگن بریم انجام بدیم، یه روز میگه نه یه خبری رسته نمیخوام این کارو بکنم، فکر نمیکنم درست بشه. مرقس 4:40 اعلام میکنه و ایشان رو گفت، یعنی مسیح به آنان گفت، از بحر
چه چنین ترسانید؟ چون از که ایمان ندارید. ایمان اکتیو ندارید، نه ایمان به خدا ندارید، نه ایمان نداری به مسیح که مرد و قیام کرد. نه 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 نه، ایمان تو اکتیو نکردیم. خدا به تو یه کلیسای زنده داده، کشیش تو میشناسی، خادمی رو میبینی، رهبران رو میبینی، میبینی که به جای اینکه بگن ما میخوام یه کارایی بکنیم که دنیوی باشه، به دنبال تلویزیون هستن، به دنبال رسانه خبر خوش هستن، به دنبال این هستن که بتونن مردم نجات پیدا کنن، چه در لس آنجلس و چه در ایران، چه در افغانستان، چه در تاجیکستان، هر کجا که زبان ما رو متوجه میشن، ما میخوایم این خبر خوش نجات رو برسونیم. اگر ایمان داریم باید اکتیوش کنیم. یه سهمی من داشته باشم تو این ویژن. سهم من نمیدونم چیه. پول من هست، شاید پولت هست، شاید دعات هست، شاید اینه که بیای تو کلیسا یه خدمت حتی کوچیک شده انجام بدی، اما خودت رو در این رابطه نیز بتونی اکتیو کنی و نشون بده که حقیقتاً این خداوند هستش که مطابق فیضش با ما هستش. اما امید واهی امیدی هستش که نه تعریف از این ایمان خودت میتونی بکنی، ببخشید، و نه دیگران میتونن. یه روز شادی، یه روز غمگین، یه روز امید میدی به یه نفر، یه روز میری بهش میگی دیگه فکر نمی کنم، خدا منو ول کرده، منو رها کرده، من تنها هستم. ایماندار مسیحیو تا میبینی خب چرا ما این گونه باید زندگی بکنیم؟ اگر امید ما امید حقیقی هست، یه روز تو آسمون یه تیکه ابر میبینی میگی مسیح با منه، اون علامتش اینه. یه روز یه دفعه میبینی تو خیابون یکی داد زد، میگی آخ این شیطان بود، حمله میخواست من بکنه. بازی ها چیه؟ امید در وجود منه. امید به یه تیکه ابر نیست، به یه صلیب نیست پشت ماشینه، یه آیه ای نیست یه جا. امید در تو هست، در تو باید عمل کنه. عدالت رو خداوند در وجود ما نهاده، نه اینکه من بگردم ببینم کجا چیه، کجا چی هستش، هی بگم من به وسیله این آیه امید آوردم، من به وسیله این چیزی که دیدم ناامید شدم، شیطان داره به من حمله میکنه. یک شخصی توی مسابقه اسبانی شرکت کرد، بعد از اینکه شرکت کرد 100,000 دلار برنده شد. خبرنگارا همه دورش رو گرفتن، گفتن ببینیم چی شد که تو روی این اسب شماره 28 قرعه کشی کردی. معمولا کسی روی این اصلا قرعه کشی نمیکرد. وقتی دیشب که خواب بودم یه رقم 6 با یه رقم 8 اومد، همینطور من دیدم. گفت خب چه ربطی داشت؟ گفت خب دیگه مگه 6 8 نمیشه 28؟ تا آخرشو بخونید. نمیدونم قبلا تو قوم میشه 48. هوشیار باشیم. ایمان حقیقی تعریفش این نیست. بازی نگیریم به ایمان. خواهش میکنم دیگه خدا میخواد ما بالغ بشیم. میفهمم خداوند ساینای رو نشون میده یه موقع به ماها، اما هوشیار باشیم. ایمان ما رو کلام خدا تعریف میکنه، نه تفسیرهای انسانی من برای دیگران. پس اینجا هستش که من میبینم این ایمان برای من نیز یک وفاداری میاره، یک مسئولیت میاره، تا بتونم تحت اراده خدا نیز زندگی کنم. در انجیل مرقس 9:23 میخونیم، اعلام میکنه عیسی وی را گفت اگر میتوانی. این فعل عزیزان، پس نگاه کن یه سهمی ما داریم. میگه اگر میتوانی ایمان آری. کدوم ایمان؟ ایمانی که درش عمل باشه، نه ایمان پتروس که رفت منکر شد و عیسی مسیح گفت تو منو 3 بار منکر میشی. یه قانون گذاشت، اگه قانون نمیذاشت ما هم تو میخونیم هی پتروس منکر شد، هی پتروس منکر. ولی عیسی مسیح گزارش انداخت، گفت ببین تا بانگ خروس تو 3 بار منو منکر میشی. به ما میگه از این حرفا هوشیار باشیم. اگر میتوانی ایمان آری، مؤمن را، ایماندار فعال، ایماندار اکتیو، مؤمن را همه چیز ممکن است. یعنی در یک امید جاودان همه چیز ممکن است. اگر من مطابق اراده خدا زندگی کنم، اگر اونجا که لازمه من صبور باشم، اونجا که لازم هست من ببخشم، اونجا که لازم هستش من خدمتی انجام بدم و بتونم واقعا در مسیر اراده خدا نیز زندگی کنم. حالا سوال باز میاد که بعد از اون من راستش این ایمان رو دارم، الان مدتی یه موضوعی رو میخوام، برای یه موضوعی دارم دعا میکنم، اما میبینم هیچی نمیشه. خب نشه. ایمان ما به چیه؟ آیا ایمان ما به اراده خدا هست یا نه؟ آمین. اگر ایمان من به اراده خداست، من میدونم برای هر چیزی زمانی هست، مکانی هستش.
حالا برفرض میگیریم پدر بزرگی من 300 سال عمر کرده، سرطان گرفته، حالا داره میمیره، حالا من میرم دعا میکنم، برادر رسول بسه دیگه، 300 سال دیگه عمر کرده دیگه، میوه رسیده، داره میگنده، داره خراب میشه، بس بره آسمان قبل از اینکه خراب بشه. که در کتاب اشعیا ما میخونیم شخصی به پادشاهی به نام حزقیال کلام خداوند میگه، میگه نبی اومد گفت تو میمیری، میگه اینقدر دعا کرد گریه کرد، خداوند گفت 15 سال بهت عمر میدم. اتفاقا این 15 سال بعدش خراب کرد. پادشاهی که اینقدر در مسیر اراده خدا زندگی کرد خراب کرد. یه صاحب یه پسر شد، اون پسرم خراب کاری کرد، مطابق کلام خدا زندگی نکرد. یک ایماندار اراده خدا رو میخونه، میخواد، نمیاد ماتم بگیره برای موضوعات که توی زندگیش هستش، میگه خدا یا به اراده تو من ایمان دارم و راضی هستم و به این نیز میشه گفت عدالتی که خدا در ما عمل میکنه. پس نیز اعلام میکنه، یک بار دیگه میگم، عیسی وی را گفت اگر میتوانی ایمان آری، مؤمن را همه چیز ممکن هست. پس در این مسیر نیز باید قدم برداریم. و رومیان 8:25 اشاره به ما هم است که یه علامت سوال داریم. همه ماها چیزایی رو از خدا میخوایم هنوز نگرفتیم، درسته؟ من دارم، خیلی دارم، حالا الان این دستم بنده، یعنی چند تا دست دیگه بیا همه بارک داره. اما کسی که ایمان حقیقی داره امید حقیقی رو داره و مطمئن هستش که میگیره. رومیان 8:25 اعلام میکنه اما اگر امید چیزی را داریم که نمیبینیم با صبر انتظار آن را میکشیم. آمین. با صبر، نه با کلک، نه با دروغ، نه با ریا، نه با اونا، نه با اصرار بی خودی. من صبور میشم، خدایا رضام به رضای تو. میدونیم که این رضام به رضای تو که دیگه از قدیم گرفته شده، چون ما ایمان داریم وعده های خدا یکیش بر زمین نمیفته. ما ایمان داریم که اراده خدا برای ما بهترین خواهد بود. پس ثمره این نوع زندگی من رو دور از هر نوع ترس نگه میداره، دور از هر نوع نگرانی نگه میداره، دور از هر نوع غم و تلخی. چرا که میدونم من در حضور خود خدا هستم، خدا در من هست و من در خدا هستم. عدالت خدا مهیا شده، من با مذهب کاری ندارم که بلندشم برم این زیارت خونه و فلان جا اینجا، نه، خدا با ماست. اگر خدا با من هست، کلام خدا من در رومیان 8:31 اعلام میکنه کیست بر ضد من. و نیز مولوی این گونه اعلام میکنه، دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر داره. ما نشستیم 2000 ساله خداوند ما این وعده رو داده. دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر داره، به زیر آن درختی رو که او گلهای تر داره. مصنوعی نیست وعده هاش، امیدش الکی نیستش، حقیقتا این امید نیز به ما داده شده تا ما بتونیم در این مسیر با ایمان حقیقی و امید جاودانه زندگی کنیم. نسبت به همون فرمول خه، نسبت به خودم، خانوادم، خلق خدا و رابطه عاشقانه من با خدا که اشتیاق شدید رو میاره. فقط موقع نیازها و حاجت و دردها و مشکلات من زانو نمیزنم در حضور خدا، من با خدا زندگی میکنم، من با خدا راه میرم و ایمان دارم که خداوند در این مسیر که امید حقیقی من شده من رو برکت میده تا توان این ایمان رو نشون بدم که محبت هست. وقتی من اراده خدا رو انجام میدم محبت میکنم. آمین. اول قرنتیان 13:13 میگه و حال سه چیز باقی است، یعنی ایمان و امید، بعد از اون ایمان حقیقی امید میاد، و محبت، اما بزرگتر از همه اینها چی هستش؟ محبت هستش. یعنی در اصل اشتیاق شدید من هست، زندگی منو عوض میکنه، چون زمانی که من با خدا هم فکر میشم، زمانی که من با خدا همراه میشم در این مسیح، ادراک من عوض میشه، درک من عوض میشه. کاسه چکنم دستم نمیگیرم مثل گذشته بگم ای کاش اینو نگفته بودم، ای کاش این کارو نمیکردم. خدا با منه، به من حکمت میده قبل از اینکه بخواد خرابکاری بشه. میرم در حضور خدا.
شخصی با لباسی به هم ریخته و صورتی جوریده، موهای جوریده، با سه بچه سوار اتوبوس میشه. وقتی سوار اتوبوس میشه، بچه ها شروع میکنن، سه بچه انقدر سر و صدا شلوغ کردن، داد زدن، تمام مسافران نگاه میکردن به این بابا و به راننده که بالاخره یه چیزی بگو دیگه، اینا خیلی دارن سر و صدا میکنن. راننده از آینه نگاه میکنه و رو میکنه به بابای اونها، میگه نمیخوای اینا رو ساکت کنی؟ خیلی دارن سر و صدا میکنن. آقا میگه آخ معذرت میخوام، واقعا ببخشید، من اصلا تمام فکرم اونجایی بود که الان معذرت میخوام. میگن چی شده؟ میگه راستیتش بوده، یک ساعت پیش من و بچه‌ام از بیمارستانی اومدیم که مادر این بچه‌ها که همسر من باشه فوت کرده بود و من الان فکرم فقط اونجا بودش. بلافاصله تمام صداهایی که غر میزدن برای این بچه‌ها همه آروم شدن. اون شخص تسلیت گفت راننده، مسافر آمدن بچه ها رو بغل کردن، هر کدوم یه جوری اینو محبتش میکردن. درک درست، فکر شکل خدا شدن و بینش درست گرفتن کمک ما میکنه ما دیگران رو بفهمیم، خانواده اون رو بفهمیم، حتی خودمون رو درک کنیم که کجا ایستادیم، و این نیز در اصل محبت رو برای ما ایجاد میکنه. بریم با هم دیگه از انجیل یوحنا 14 15 الی 27 رو بشنویم. انجیل یوحنا 14 الی 15. اگر مرا دوست دارید احکام مرا نگاه دارید. آمین. خب پس ما مسیح رو دوست داریم. آمین. این ایمان ما باید اکتیو بشه. خواهش میکنم، لزومی نداره گفتم من به شما بگم، واعظ به شما بگه، انجیل مسیح رو هر روز بخون، بهت میگه چه کار کن، بهت میگه دروغ مصلحتی نداریم، بهت میگه دزدی نداریم، بهت میگه باید محبت داشته باشی، دشمنتو نباید اذیت کنی. اینا رو اون داره به تو میگه دیگه. بله. و من از پدر سوال میکنم و تسلی دهنده ای دیگر به شما عطا خواهد کرد. آمین. خدا قوتش هم به ما داده، ما با قوت خدای داریم زندگی سالم انجام میدیم. خدا که نخواست از ما امر معروف و نهی از منکر نکرد که ما به زور، چون توان در من نیست، من به زور خودم بخوام نیکویی بکنم. او قوت نیکویی رو به ما داده. بله. تا همیشه با شما بماند، یعنی روح راستی که جهان نمیتواند او را قبول کند، زیرا که او را نمیبیند و نمیشناسد، و اما شما او را میشناسید، زیرا که با شما میماند و در شما خواهد بود. بعد از اندک زمانی جهان دیگر مرا نمیبیند و اما شما مرا میبینید، و از این جهت که من زنده ام و آن که مرا محبت مینماید، پدر من او را محبت خواهد نمود و من او را محبت خواهم نمود. محبتش این هست که این قوت رو به ما میده. میبخشی، خدا آرومت میکنه. بخشش میکنی، هدیه میدی به یک کسی که نیاز داره، خدا تو رو برکت خواهد دادش. پس هر عمل نیک انجام میدی جوابش رو خواهی گرفت. بله. و خود را به او ظاهر خواهم ساخت. یهودا نه آن اسخریوتی به وی گفت ای آقا چگونه می‌خواهی خود را به ما بنمایی و نه بر جهان؟ عیسی در جواب او گفت اگر کسی مرا محبت نماید، کلام مرا نگاه خواهد داشت و پدرم او را محبت خواهد نمود. آمین. و به سوی او آمده نزد وی مسکن خواهیم گرفت. باز یعنی مطابق کلام خدا زندگی کردن عزیزان. بله. و آن که مرا محبت ننماید کلام مرا حفظ نمی کند و کلامی که می شنوید از من نیست. یعنی توان این رو نداره مطابق کلام خدا زندگی کنه. بله. بلکه از پدری است که مرا فرستاد. این سخنان را به شما گفتم وقتی که با شما بودم، لکن تسلی دهنده یعنی روح القدس که پدر او را به اسم من می فرستد، او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد. آمین. سلامتی برای شما میگذارم، سلامتی خود را به شما میدهم، نه چنان که جهان میدهد. ببینید چقدر داره مسیح وعده میده، چقدر وعده هایی رو داره میده. آرومت میکنه، تسلیت میده، برکتت میده، شادی بهت میده، امید بهت میده، همه رو داره خدا بهت میده. مشروط بر این که روی ایمانی که اعلام کردی قبل از تعمید، بعد از تعمید بمون، با ایمان زندگی کن، نترس و اجازه نده ترس تو توجیهاتی بیاره که باعثش یک گناهی بشه. بله. دل شما مضطرب و هراسان نباشد. آمین. آمین. میتونیم برای این قسمت دست. من میخوام به خلاصه از آنچه که خونده شد در انجیل یوحنا
14 15 الی 27 بپرازم. خب اگر ما که مسیح ایمان آوردیم بر اصل تشنگی بود، چرا که در انجیل یوحنا 8:32 میگه هر کس که حقیقت رو به طلبت حقیقت رو آزاد خواهد کرد. آمین. خب حالا حقیقت من رو آزاد کرد، من رو که ول نمی کنه توی بیراهه. حالا من میام به یک موقعیتی میرسم که باید در این حقیقت زندگی خوب و سالم داشته باشم. آمین. یوشع 1:8 رو لطفا بخونید. لطفا خوندیم اینو بارها ولی بازم میخوایم بخونیم بیشتر در ذهنمون بمونه. من برای این که بتونم در این حقیقت زندگی کنم، در توانایی ایمان زندگی کنم، به آنچه که مسیح وعده داده که در نام من بطلب به تو داده خواهد شد، بعد میبینیم پس چرا نمیشه. اگه نمیشه به علتش اینه که من تو این فرمول کلام خدا زندگی نکردم. ببخشید یه جا دیگه ایستادم. یوشع 1:8 میگه این کتاب تورات از دهان تو دور نشود، بلکه روز و شب در آن تفکر کن تا بر حسب هر آنچه در آن مکتوب است متوجه شده عمل نمایی، زیرا همچنین راه خود را فیروز خواهی ساخت و همچنین کامیاب خواهی شد. آمین آمین. پس بنابراین می‌بینیم خداوند داره به ما در این مسیر نیز که به ما ضرورت زندگیمون وعده‌ش هم داره میده. این دانش من هست، دانش من نسبت به کلام خدا من رو هم فکر با خدا میکنه، که حالا همین دانش به من کمک میکنه که ایمان من استوار بشه. مطابق نامه رومیان 10:17 میگه ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خداست. وقتی کلام خدا رو شما هر روزه میخونید، یک برنامه میذارید توی زندگیت. میباید عزیزان، این مذهبی بودن نیست، فکر مذهبی نیست، ما باید کلام خدا رو دوره کنیم، هر روزه یک قسمتش رو بخونیم، چون مطابق یوشع 1:8 کمک من میکنه با خدا هم فکر بشم و کمک من میکنه که مطابق رومیان 10:17 ایمان من نیز رشد بکنه. و نیز در این ایمان هست که مسیح شاگردان خود رو صدا کرد در متی 10:1 و لوقا 9:1 اعلام کرد که به شما قدرت میدهم. پس اگه من کلام رو بخونم ایماندار میشم، به من قدرت میده. گفت قدرت میدهم تا بروید بشارت بدید، مریض ها رو شفا بدید، مشکلات مردم رو حل کنید. آقا حالا من هم تو مشکل خودم گیر کردم. چی شد؟ رسول تو قرار بود بریم مشکلات مردم رو با ایمانی که خدا به تو داده، با قدرتی که خدا به تو داده حل کنی، ولی تو مشکل خودت نیز موندی. پس من نیز اینجا قدرتی خواهم داشت. اما قسمت بعدی، پس این میشه من هم فکر خدا میشم. این دانشی هست که یک ایماندار باید داشته باشه. نکته بعدی، اعمال رسولان 1:8 لطفاً. لکن چون روح القدس بر شما میآید قوت خواهید یافت. مرسی. در اون قسمت صحبت از قدرت بود، حالا در این قسمت صحبت از قوته. قوت میده، قوت توانایی هست که من ندارم برای صبور بودن، برای محبت کردن، برای بخشیدن، برای دوست داشتن کسی، برای آرامش داشتن. اما این قوت میده. بله. و شاهدان من خواهید بود در اورشلیم و تمامی یهودیه. شاهدان من یعنی کپی من. مثل خود من میشید، مثل کشیش رسول نمیشید، مثل خود مسیح میشید. به کشیش رسول هم میآموزید این کار داشته باس، اشکال نداره، به اونم یاد میدید. وقتی شکل مسیح بشی، من باید از شما یاد بگیرم، حتما باید از شما یاد بگیرم. بله. و تمامی یهودیه و سامره و تا اقصای جهان. آمین آمین. خیلی من اینو به رسولان گفت. اما اعمال رسولان 8:1 رو بخونید، میگه رسولان در اورشلیم ماندن، اما اونایی که به توسط رسولان ایمان آورده بودن رفتن بشارت دادن. غلاطیان 5:22 نیز اعلام میکنه لیکن ثمره روح محبت، خوشی، سلامتی، حلم، مهربانی، نیکویی، ایمان، تواضع و پرهیزکاری هست که به ما داده میشه. و در این مسیر من توانایی خواهم داشت که یک زندگی سالم داشته باشم. من توانایی خواهم داشت که دروغ نگم. من توانایی خواهم داشت که در راستی نیز زندگی بکنم. و نیز بعد از اون که ما این قوت رو میگیریم، ایمان ما یک معنای حقیقی پیدا میکنه. مطابق عبرانیان 11:1 که اعلام میکنه حال ببینیم ایمان چیست. اون ایمانی که برای فرزندان خداست. ایمان یعنی اطمینان داشتن به این که آنچه امید داریم
آنچه امید داریم، مطمئن هستیم، میشه. برای سلامتیت، برای اقامتت هست، برای ازدواجت هست، این امید داشته باش. تو مسیر راستی بیست، شفاتو بگیر. توی مسیر راستی بیست، اقامتو بگیر در این سرزمین. مسیر راستی، به فکر خودت نرو، به فکر مطابق کلام خدا لطفا زندگی کنید. با فکر خودمون اگر میخوایم کلام رو توجیه کنیم، خیر، مطابق کلام خدا. حال ببینیم ایمان چیست. ایمان یعنی اطمینان داشتن به اینکه آنچه امید داریم واقع خواهد شد. ایمان یعنی یقین داشتن به آنچه اعتقاد داریم، هرچند قادر به دیدنش نیستیم، نمیتونیم ببینیم، ولی ما ایمان داریم. دنبال توجیهات الکی هم نمیریم. و زمانی که من هم فکر خدا هستم، من همراه با خدا هستم، من دانش الهی رو دارم، من بینش روحانی رو دارم، زمانی هست که من قدرت دارم، پس من این قوت رو نیز خواهم داشت. و زمانی هستش که من با یک کنش روبرو میشم، یعنی ایمان من تبدیل به یک عمل نیکو نیز خواهد شد، که مطابق انجیل یوحنا 16:33 مسیح میگه به شما نمیگویم که مشکلات و سختی ها نخواهید داشت، دارید، همان گونه که من پیروز شدم شما پیروز خواهید شد. و نیز در فیلیپیان 14:13 اعلام میکنه قوت هر چیز را دارم در ثروت، در قدرت، در محبوبیت، چی در چی؟ در مسیح که مرا تقویت میکند به توسط روح القدس. پس من به خوبی میتونم اون رو دریافت کنم و نیز با اون زندگی بکنم. این گونه نیستش که بگم من فقط یک ایمان دارم، تعریف ایمانم رو نتونم بگم با دیگران، چون اون اشتیاق شدید رو ندارم. تعریف ایمان من میشه من میرم کلیسا ده یک میدم، این تعریف ایمان. ولی در عملم میبینم سست هستم. خانواده‌ای که داشتن میرفتن از تهران به سمت شیراز مسافرت، پسر بچه خسته شده، باباش گفت بابا کی میرسیم آخه شیراز؟ بعد هم توش نگاه میکنه، گفت بابا شیراز دورتره یا خورشید؟ گفت خب معلومه شیراز. گفت چطور؟ گفت خورشیدو میتونی ببینی، شیرازو که نمیتونی ببینی. گاهی ایمان ما اینجوری میشه، میگیم فقط ببینیم، یه خود لمسش کنیم. این ایمان نیست عزیزان، ایمان امیدی است که به توسط روح القدس، به توسط کلام خداوند در قلب من و شما قرار میگیره، برای اینکه بتونه به ما برکت یک زندگی سالم رو بده. بریم با هم دیگه نکته سوم رو داشته باشیم. اشتیاق شدید به خدا داریم روی صفحه. اشتیاق شدید به خدا ایمانداران به عیسی مسیح را به پوری روح القدس تشویق و در عطایا تقویت می نماید که ثمره آن امید می باشد. آمین. اندیشمندی نیز اعلام می کنه امید نان روزانه آدمی هستش. وقتی من امید حقیقی رو دارم عزیزان، این رو می دونم که زندگی من توی جایگاه درستی هستش و لغزش نیست نخواهد خورد و با قوت خدا ادامه خواهم داد. بریم با هم دیگه آخرین آیه رو بشنویم. نامه رومیان 14:16-19. پس مگذارید که نیکویی شما را بد گویند، زیرا ملکوت خدا اکل و شرب نیست، بلکه عدالت و سلامتی و خوشی در روح القدس. زیرا هر که در این امور خدمت مسیح را کند، پسندیده خدا و مقبول مردم است. پس آن اموری را که منشأ سلامتی و بنای یکدیگر است پیروی نمایید. آمین. 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 هللویا. خدا را شکر. پس اعلام کنیم چنان که آهو برای نهرهای آب شدت اشتیاق دارد. بلند اعلام کنیم. همچنان ای خدا جان من اشتیاق شدید برای تو دارد. جان من تشنه خدا، تشنه خدای حی، که کی بیایم و به حضور خدا حاضر شوم. آمین. که خداوند مطابق فیضش دیوار گناه بین انسان و خدا ریخته شد تا اینک ما به راحتی به حضور خدا.